درود بر شما بینندگان عزیز. من دوست داشتم در یک موقعیت بهتری به حضور شما بیام و عرض ادب بکنم، ولی خب این روزها درگیری هایی که در ایران به دلیل عدم مدیریت گردانندگان جمهوری اسلامی پیش میاد، ما هر روز معضل دیگری رو احساس میکنیم و خبرهای بدی رو میشنویم که این برای ملت ایران به نظر من دردناکتر از هر چیزی است. با توجه به این که مردم ما در ایران الان دچار مضیقه مسکن و هزاران مشکل مالی و معیشتی هستند، جمهوری اسلامی ایران با عدم مدیریت هزینه‌های سنگینی رو برای خواسته های خودش که به هیچ وجه خواسته های ملت ما ملت ایران نیست، هزینه‌ای که برآورد کردن برای حمله اخیر این ایران به اسرائیل که نزدیک به چندین هزار میلیارد تومان که میشه چندین هزار میلیارد دلار که میتونست صرف هزینه مسکن یا آذوقه یا معیشت مردم بشه، صرف یک لحظه خودخواهی و بلندپروازی سران جمهوری اسلامی باشه. در صورتی که ایران الان از همه نزدیکتر معضل انفجار معدن طبس بود که مقداری از هموطنان ما در اونجا از بین رفتن، مقدار زیادی آسیب دیدن و حقش بود که این بودجه عظیمی که خرج این قضیه میشد، مقدارش خرج این هموطنان عزیزمون نه تنها اون و در اقصی نقاط مملکت میشد. متاسفانه عداوت و دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل حتی با عده‌ای از اعراب از روز اول تشکیل حکومت اسلامی آغاز شد و از همون موقع مرگ بر اسرائیل و بعد مرگ بر آمریکا در تظاهراتی که به توسط دولت برگزار میشد در ایران تنین انداز شد. حکومتی که از روز اول مرگ بر این و مرگ بر اون میگه، خب این خودش پایه‌گذار دشمنی با همسایه‌های خود و یا هر جای دیگری که در جهان میتونه باشه. در صورتی که طبق قوانین اسلامی خودشون چهار دین رسمی هست که یهودی‌ها و کلیمی‌ها هم جزء همون چهار دین اصلی هستن. بعد خصومت ایران یعنی دولت ایران با اسرائیل و یا مردم اسرائیل مسئله دیگری است که ریشه در ذهنیت به نظر من باطل خود سران حکومت اسلامی است. یادم میاد که روزهای اول در بعد از پیروزی به اصطلاح این انقلاب نامیمون، همون اوایل که عده‌ای از فلسطین همون یاسر عرفات اومدن ایران و در همون موقع با اشغال سفارت اسرائیل در ایران آغاز دشمنی با اسرائیل آغاز شد در همون لحظه، و بعد در سال 2006 حزب الله لبنان که با بودجه ایران و از تسلیحاتی که ایران فرستاده بود در اونجا اولین حمله رو با موشک باران کردن اسرائیل آغاز کردن. پس ریشه این جنگ و ریشه این اختلاف رو خود جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده. سخن رو کوتاه میکنم، فرصتی داریم که تا پایان این برنامه صحبت بکنیم. مهمان عزیز ما امروز در برنامه ما آقای بیژن کیان هستند که سالیان سال در مسائل سیاسی و حزبی آمریکا فعالیت داشتند و دارند و بسیار آگاه هستند به مسائل بین‌المللی. ازشون خواهش میکنیم که در این برنامه با ما همراه باشند. درود بر شما جناب آقای بیژن کیان. درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم تلویزیون فارس. جناب آقای مهندس شجری، خوشحالم که با شما هستم. امروز یک حالت دوگانه داریم. از یک سو
بایستی برای رسیدن سال نو عبری رو به برادران و خواهران یهودی تبریک بگیم. آرزوی صلح و رفاه برای همه در دنیا، در حالی که از روی دیگر زاویه دیگر نگران مردم ایران هستیم. ماجراجویی جمهوری اسلامی یک بار دیگر نام و مال مردم ایران رو هدف گرفته و این حرکت بسیار 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 چطور بگم مخلوق، این پاسخ نزاکتبار به با حمله به اسرائیل، در حقیقت حمله به مردم ایران است. برادر، شما به چگونه میبینید به اصطلاح عاقبت این حمله ایران به اسرائیل رو؟ ببینید، وقتی که توان نظامی رو بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم از هزینه و هزینه تهاجم و هزینه دفاع، نبستی غافل بشید. آخرین اطلاعاتی که در دسترس بود حدود 2 سال پیش تخمین زده میشد که دولت جمهوری اسلامی در ایران دارای حدود 3000 موشک بالستیک هستش و هزینه تولید اینها، البته اون نمونه هایی که در ماه آوریل امسال در حمله بسیار بسیار عجیب و غریب جمهوری اسلامی به اسرائیل استفاده شده بود، نوع موشک های قدر و اماد، موشک های سطح پایینتری بود و هزینه اونها تقریبا حالا موشک های جدید نوع فاتح 2 هزینه کمی بالاتر داره، ولی تقریبا حدود 80 هزار دلار هر کدوم از این ادوات هزینه داره، در حالی که در مقابل برای دفاع از این موشک های بالستیک از سیستم های پیکان 2 و 3 با برد طولانی، برد دورتر استفاده میشه که هزینه تولید اونها و عملی کردن اونها حدود 3.5 میلیون دلار هستش. یعنی توجه بفرمایید که شما یک ابزار تهاجمی دارید که 80 هزار دلار هزینهشه، یک ابزار تدافعی دارید که هزینهش در حداقل در کمترین هزینه مقابل با موشک‌ها برای اسرائیل از طریق منجنیق داوود، اون هم هزینهش برای هر جلوگیری حدود 1 میلیون دلار است. بنابراین بسیار مهمه که بگوییم که چرا نگران هستیم. نگران هستیم که اسرائیل مجبوره با چنین اقتصادی اسلحه 80 هزار دلاری رو بایستی دفاع 3.5 میلیون دلاری ازش تهیه کنه. بنابراین ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل با قدرت بسیار بسیار زیادی پاسخ بده و وقتی که به اظهارات، چون کلمات آقای مهندس شجریان و بینندگان محترم در دیپلماسی کلمات مهم هستند، اگر 2 بار یا 3 بار یک سیاستمدار مطلبی رو عنوان کنه، ادعایی رو عنوان کنه که نتونه اون ادعا رو عملی کنه، به جایگاه میرسه که امروز جمهوری اسلامی و نظامیان جمهوری اسلامی رسیدن که ببینیم که تقریبا برای تهدیداتشون دنیا ارزشی قائل نمیشه، برای که بله منتظر وحشیگری و جنایت از جمهوری اسلامی هستن، ولی ادعای جمهوری اسلامی امروز به یک ادعای واهی مبدل شد. میگه اسرائیل مجبوره که بسیار قاطعانه پاسخ بده و این نگران کننده است، چون به هر حال هیچ کسی مدافع جنگ نمیتونه باشه. جنگ خوبی نیست، بسیاری مردم بیگناه در جنگ از بین میرن و این از که تأسف به هیچ کس نمیتونه جنگ رو جشن بگیره، به خصوص وقتی راجع به این صحبت میکنیم که خاک ایران مورد حمله قرار بگیره، هیچ کس از این دفاع نخواهد کرد. ولی امروز میبینیم که خطر جمهوری اسلامی برای مردم آزادی خواه ایران به مراتب حضور جمهوری اسلامی خطرناکتر از هر نوع خطر نظامی است، برای که مداومه جمهوری اسلامی امروز ایران و ایرانی رو میکشه، مال ایران و ایرانی رو میدوسته، به ثمن بحث میفروشه
بنابراین بزرگترین خطری که مردم ایران رو تهدید میکنه جمهوری اسلامی، بزرگترین خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه مردم آزادی خواه ایران هستن. بله، همون گونه که شما توضیح دادید، خب اسرائیل مجبور به دفاع از خاک خودش هست با توجه به اطرافش که در اونجا درگیر هست با غزه و با لبنان و و غیره، و از این برم ایران که خب تونسته با نفوذی که در لبنان و یا غزه داره بتونه در همسایگی اسرائیل پایگاهی داشته باشه که بتونه خب هدفش رو عملی بکنه. همون گونه که شما گفتید، خب اسرائیل مجبور بود که یه گنبد به اصطلاح آهنین به قول خودشون درست کنن که حدود 10 پایگاه ضد موشکی دارن در اونجا و هر کدومش هم مثل اینکه 4 تا موشک انداز داره که بتونن تعقیب بکنن. و در هر حال این گنبد آهنین میتونه بین 80 تا 90% جلوی این حمله رو بگیره. خانقا از این تعداد موشکی که میگن 200 تا ایران مصرف کرده، حالا هزینش رو کاری نداریم، خب طبیعتا تعدادی در اونها به خاک اسرائیل خواهد خورد که البته هدف جمهوری اسلامی خب زدن پایگاه های توانیم و تلنوف بوده. در هر حال خب طبیعتا اسرائیل برای دفاع خودش شاید مجبور به حمله متقابل هم باشه. امروزه از سرست بین المللی اکثرا تلاش بر این هست که جلوی این آشوب رو و جلوی این درگیر رو بگیرن، ولی امیدواریم که این درگیری ادامه پیدا نکنه، چون همون گونه که شما اشاره کردید اون کسایی که ضرر خواهند داد خود باز ملت ایران هست که 8 سال در شروع حکومت جمهوری اسلامی خب درگیر جنگ بودن و چقدر تلفات ما داشتیم. خب الان هم باز دوباره این آغاز میشه، متاسفانه باز برای مملکت ما مضر خواهد بود. به آقای بسید صحبت شما رو قطع کنم، عذر میخوام. بسید یادمون باشه که ما با یک نیروی نظامی بسیار پیچیده در اسرائیل روبرو هستیم. یادمون باشه که البته نگرانی ما در گسترش جنگ نگرانی بی‌پایه‌ای نیست، ولی باید یادمون باشه که این راجب اسرائیل داریم صحبت میکنیم، راجب اسرائیلی که تا قبل از اینکه این اتفاق پیجرها و تلفن‌ها و بیسیم‌ها در بیروت بیفته تصورش هم دنیا نمیتونست بکنه که چنین دقیق سطوح فرماندهی حزب الله رو پس بکنه اسرائیل. انتظار داشته باشیم که پاسخ اسرائیل یک پاسخ بسیار بسیار غافلگیرانه برای جمهوری اسلامی خواهد بود و این یک کمی از نگرانی کم میکنه، چون میدونیم که قدرت برتر نظامی اسرائیل در مقابل، میبینیم که آقای مهندس شجره این نظامیان سپاه پاسداران رو ببینید مثلا در اتاق جنگ نشستن، مثلا فرمان آتش میدهند که مثلا باقی مانده حزب الله و حماس بگوید که آنها هنوز هم مدافع آنها هستند. ولی خب ببینید مثلا مسخره است، یکی میگفتش که چرا شما میخندید، میگفتم والله خنده دار دیگه، نگاه کنید ببینید رفتار اینا، کسانی که به هیچ عنوان نه آموزش نظامی دیدن نه اون نظم لازم رو در کارشون دارن، ببینید چقدر مسخره کار میکنن و به هم دیگه موشکا رو نشون میدن و میگن یکی دیگه رفت و افضال هم. بنابراین بس اینو به خاطر اون باشه که اسرائیل هم بدون شک چنان جمهوری اسلامی رو غافلگیر خواهد کرد که برگی افتخارات نظامی اسرائیل اضافه خواهد شد. امیدواریم که البته این رو واقعا انجام نشه و امیدواریم که اقلا سران دولت اسرائیل این تحمل و این به اصطلاح گذشته داشته باشن که به خاطر ملت ایران که واقعا هیچ دشمنی با اسرائیل ندارن این کار رو انجام نده. از قدرت نظامی ولی انتظار منطقی نیست. بله میدونم، ولی خب الان همون گونه کشورهای دیگه دخالت میکنن که این کار انجام نشه، خب ما هم آرزو میکنیم، قدرتی که نداریم آرزو میکنیم که این کار انجام نشه.
ولی صحبت قدرت نظامی اسرائیل کردید شما و در مقایسه با قدرت نظامی ایران یا همسایان دیگر اسرائیل، مسئله اساسی قدرت نظامی یا برابری یا مقابله یا بالا بودن و کمتر بودن واقعا نیست. مشکل جمهوری اسلامی مشکل ایدئولوژیکه و اینها به توان واقعا مالی و توان انسانی و توان نظامیشون واقعا فکر نمی کنن. همون گونه که گفتید عدم مدیریت و عدم محاسبه واقعا تدارکاتی ایرانه. ولی اون چه که برای اینا مهمه ایدئولوژیه. اختلاف اینها از روز اول با اسرائیل مسئله ایدئولوژیکه. در جهان امروز با توجه به اطلاعات و سواد و معلومات و امنیت و هر چی که حساب بکنید، ایدئولوژی نمیتونه گرداننده یک حکومت باشه. در اصطلاح اینجا میگن دیوکراسی. نمیشه دموکراسی با ایدئولوژی فیکس عملی بکنه. خانه‌ها شکست خواهد خورد. کما اینکه ما دیدیم پرقدرت‌ترین ایدئولوژی که در گذشته داشتیم کمونیست بود، که دیدیم که به زوال رفت و از بین رفت. و الان هم اگر کشوری مثل چین ظاهرا میگه کمونیستن، ولی کمونیست نیست، بلکه کشور معمولی سرمایه‌داری، بیشتر به صنایع رو آورده. در نتیجه تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت‌های دیگری میخوان بر اساس ایدئولوژی بنا به صدر اسلام میخوان عمل بکنن، ما متاسفانه آقای کیان این مشکلات رو خواهیم داشت. و برطرف کردن این مسئله به نظر من به ملت ایران، مردم خودمون هم برمیگرده، چون نهایتا این آسیب به ما خواهد رسید. یک روزی از روزها بالاخره ما باید هممون رو به قول معروف جمع بکنیم و بگیم که آقا بس دیگه، چون ما صدمه‌شو میبینیم، ملت ایران صدمه‌شو میبینن. و این ایدئولوژی تا زمانی که هست ما این معضلات رو خواهیم داشت. حالا نظر شما نمیدونم، آیا موافق هستید یا مسئله دیگری دارید؟ مردم ایران پاسخ رو به همه پرسی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در ایران بسیار روشن دارد. وقتی که این همه پرسی از طرف وزارت ارشاد چندین ماه پیش برگزار شد، خود جمهوری اسلامی آمار رو داد بیرون که 73% از پاسخگویان مخالف حضور و ادامه جمهوری اسلامی در ایران است. یعنی حکومت مذهبی را نمیپذیرند. خب ببینید، اینو بایستی بهش توجه کرد که حکومت جمهوری اسلامی امروز میاد خودش آمار رو منتشر میکنه. ما از شخصی که از ایران آمده بود و خودش توی سیستمه و حالا با مخالفت با ادامه روش های سیستم صحبت میکنه، پرسیدیم که درسته که وزارت ارشاد همه پرسی کرده جواب 73% این بوده که جمهوری اسلامی را نمیخواهند. بخشش درسته، بخشش اشتباهه. گفتیم کدوم بخش درسته کدوم بخش اشتباه. گفت اونجایی که این همه پرسی توسط وزارت ارشاد جمهوری اسلامی انجام شده و بعد هم به رسانه ها فرستاده شده که روزنامه تلگراف لندن اولین بار اینو چاپ کرد، نشون میده که جمهوری اسلامی خودش میگه که مردمم من رو قبول ندارن. بنابراین بزرگترین خطری که تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو یه خطر داخلیه. این مردم ایران امروز با دست توانای خودشان این رژیم فاسد بی‌کفایت رو از صفحه ایران عزیز محو خواهند کرد. و این تصمیم فقط و فقط به عهده آنهاست. یعنی این اتفاقی است که به دست توانای مردم ایران خواهد افتاد. اینی که اسرائیل امروز از منافع خودش داره دفاع میکنه، یعنی خطر جدی برای جمهوری اسلامی، همینطور که شما اونجوری صحبت کردید، اینی که با ایدئولوژی که نمیشه پل ساخت و کار ایجاد کرد برای مملکت. شکست خورده است. این دیگه تقریبا خودش داره از آن میکنه که من شکست خوردم، یه راهی پیدا بکنید. آقای رئیس جمهور جدیدش هم که دیدید که آمد در نیویورک با التماس بگوید که به پیر به پیغمبر، حالا ندیدم که
یک دیپلمات برجسته، کسی که رأس یک دولت هست، با این لحن التماس آمیز خواست دیپلماتی رو اجرا بکنه. بنابراین بله، نه اینکه نظر من از طرف شمسه که مملکت رو با ایدئولوژی نمیشه اداره کرد، ولی امروز جمهوری اسلامی در تنگنایی قرار گرفته از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، از زاویه دیپلماسی، روابط بین الملل، اقتصاد. کفگیرش به تای دیگ خورده. امروز دولت از بانک مرکزی قرض میکنه در حالی که توانایی بازپرداختش رو نداره. بانک ها از بانک مرکزی قرض میکنن در حالی که اونهایی که وام از بانک ها میگیرن اصلا قصد بازپرداخت ندارن و این وضعیت قابل ادامه نیست. کاملا منطقیه، ولی خب یکی از خودکشیه در حقیقت. یکی از شگردهای همین که گفتید جمهوری اسلامی اینه که در زمانی که از نظر داخلی از طرف مردم بهش فشار وارد میشه و میبینه که یه مقداری دارن قوی تر عمل میکنن، با ایجاد یه همچین حرکات مذبوحانه‌ای میخواهند که به اصطلاح آب گلالود کنن که بتونن شاید ماهی بیشتری از آب گلالود بگیرن. ولی من فکر میکنم که ملت ایران با آگاهی که الان پیدا کردند زیر بار این حرف هم نخواهند رفت. اگر خدا نکرده جنگی هم بین ایران و کشور دیگری، حالا اسرائیل یا جای دیگه در بیفته، دیگه مردم اون شور حالی که روز با عراق داشتن رو دیگه نخواهند داشت که هیچ، بلکه کمک به دشمن خواهند کرد، چون هیچ منفعتی از این حکومت ندیدن. دشمن بزرگ اونا جمهوری اسلامی. دقیقاً این رو همه فهمیدن و من تعجبم این آقای کیان چطور خود حکومت ایران نمیتونه این ارزیابی رو بکنه که در الان از در محبوبیت یا از در کار، از در کارآمده کاری در کجا قرار گرفته. اصولا هر کسی چه یه بیزنس ساده خاربار فروشی آدم باشته باشه یا یه مؤسسه بزرگ تجارتی، خانه‌ها برآورد میکنه، موقعیتش رو، کارآمدش رو، کاراییش رو، به تأثیرش در بازار رو، حالا یا سیاسی یا غیر سیاسی. ولی اینا هرگز هرگز این کار نمی کنن. در کشورهای مترقی جهان امروزه افرادی که روی احزاب کار میکنن، شما بهتر از من میدونید که افرادی که خودشون کاندید میکنن برای کار سیاسی اکثرا در اون رشته تحصیل کردن، یا رشته حقوقدان هستن یا اقتصاددان هستن دیگه، یا اینکه واقعا علوم سیاسی خوندن که اطلاعاتی دارن در این امور. ما در ایران آدمایی که شرکت میکنن برای انتخابات متاسفانه هیچ کدومشون کیپبل نیستن از نظر اطلاعاتی و معلومات. حالا گیرم که آقای پزشکیان جراح قلب باشه که البته حالا اون هم خدعه در خود ایران شک دارن، خب چه ارتباطی به سیاست داره این یک جراح قلب؟ و میتونه باید اتاق عمل اداره بکنه، چرا باید بیاد بره در رأس حکومت قرار بگیره؟ این جراح قلب چی میدونه از سیاست دنیا؟ کسی باید وارد عمل بشه که سالها در اینش کار کرده باشه. یکی از مدارسی که این سیاست مدار تربیت میکنه، منهای تحصیل دانشگاهی حالا در رشته حقوق یا علوم سیاسی یا اقتصاده، خود احزابه. احزاب مثل یک مدرسه هن که میتونه یک آدم رو پرورش بده، آدمایی که اونجا هستن رو انتخاب کنن که بتونه کارهایی داشته باشه، بعد یه نیروی عظیم حزبی دنبالشه برای اداره امورش. اینجوری نیست که من امروز از جام پاشم و خودم رو کاندید بکنم که من میخوام نخست وزیر بشم یا وزیر فلان بشم یا غیره بشم. همچین چیزی نیست. این ارزیابی کاملا غلطه و با این ارزیابی و با این روش خب طبیعتا ما به زوال خواهیم رفت. طبیعتا ما هر روز اقتصادمون و موقعیت بین المللیمون از بین خواهد رفت. اینا حتی آقای کیان خود مسئله اسلام را هم خراب کردند. یعنی صدمه ای که این حکومت جمهوری اسلامی به خود اسلام زد بیش از هر کافری بوده. البته به قول نه کافر، ما کسی رو کافر نمیدونیم چون هر کسی عقیده ایدئولوژی خودشو داره. نمیدونم شما با این موافق هستید یا نه. من شجره و بینندگان محترم، همونطور که به صحبت شما گوش میکردم با دقت،
به یاد شعری افتادم که شاید مصداق شرایطی باشه که جمهوری اسلامی خودش رو در اونجا قرار داده، که میگوید یکی دیوانه ای آتش برافروخت در این هنگام جان خویش را سوخت. نظر من این نهاد جمهوری اسلامی که محدودی از بیکفایتی در سطح المپیک به نظر من و فساد نهادینه شده هست، بزرگترین ضربه رو به خودش زده. تا کی میشه به مردم دروغ گفت؟ تا کی میشه که سعی کرد که سر مردم رو شیرمانی؟ جمهوری اسلامی به پایان راه حضور نحس و به نظر من واقعا مصیبت بار خودش در طول این سالها رسیده و این مردم ایران هستند این لکه ننگ رو از تاریخ واقعا پر افتخار مردم ایران از پاک کرد. آقای کیان، شما که سالها در احزاب امریکا شرکت داشتید و فعالیت سیاسی مستمر داشتید، عکس العمل حکومت امریکا رو در این رابطه چی میبینید؟ امریکا حمایتش رو از اسرائیل ادامه خواهد داد و امروز کسی میپرسید تا کجا؟ تا آنجایی که توجه کنیم به همین الان صحبت های آقای جیک سالیوان و آقای بایدن. البته درسته که آقای بایدن یک کمی ممکنه که دچار فراموشی شده باشن یا اینکه حالت خاصی داشته باشن، ولی به هر حال رئیس جمهور اونچه که میگه بایستی گوش کرد به حرفش. میگوید که ما بدون شک از اسرائیل در مقابل حملات ایران دفاع خواهیم کرد. این اظهاراتی است که همیشه مستمر توسط واشنگتن اعلام شده. صحبت آقای جیک سالیوان هم صحبت بسیار بسیار مهمی است. وقتی به صحبت ایشان توجه میکنیم، میگم لغات در این مقوله بسیار مهم هستند، کلمات مهم هستند. میگوید دولت جمهوری اسلامی از خط قرمزش رد شده. یعنی ببینید آقای جیک سالیوان سیاست گذار نیست، او مجری سیاست های شورای امنیت ملی است که توسط رئیس جمهور به تایید رسیده. و وقتی این شخصیت جیک سالیوان که خودش در تمام دستگاه دیپلماسی حامی تداوم مذاکره و این رقص بی پایان دیپلماسی بوده، امروز میگه جمهوری اسلامی از خط قرمز عبور کرده، بنابراین من مطمئنم که همونطور که آقای بایدن بارها گفتن، رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته و همونطور که اخیرا شنیدیم، حمایت آمریکا از اسرائیل حد و مرز خاصی قرار نمیده برای واشنگتن. واشنگتن پشت اسرائیل خواهد ماند بدون شک. جمهوری اسلامی آقای کیان عزیز با این دو حرکتی که کرد، در دو حمله‌ای که به اسرائیل انجام داد، به نظر کل کارشناسانی که خب تو کار نظامی وارد هستند، این هست که در هر دو بار ضعف خودش رو نشون داده، یعنی شکست خورده. بله، واقعا شکست خورده و عجیبه که به تقریبا خودشون میان اخبار رو تغییر میدن به نفع خودشون و برای گول زدن مردم، در صورتی که امروزه با وجود تمام این خبرگزاری ها و این حقیقت یابی ها از طرف خبرگزاری ها و همین سوشال میدیا که خب الان تو دست همه مردم هست، این باز خودش هم یک نوع شکسته برای جمهوری اسلامی که شکست خودش رو قبول نمیکنه. اگر انسان شکست خودش رو قبول نکنه، خب در شکستن در شکست غرق میشه. شما وقتی پا به دریا میذاری، وقتی تو قدم اول میبینی که نمیتونی شنا کنی، خب برمیگردی. اگه بری جای عمیق‌تر خودت خفه کردی. یعنی اینها در این حد هم سواد ندارن که بیان اداره امور رو بسنجن چه قدرتی دارن، بر اساس اون قدرت حرکت بکنن. همون در حمله اولشون که چندین فروند چه میدونم موشک و چقدر نمیدونم پهپاد فرستادن، هیچ اتفاقی برای اسرائیل نیفتاد و هم الان که با این 200 موشک که با این هزینه سنگین فرستادن، یعنی متاسفانه کلن یک نوع توهین مغزی در سیستم
اداره امور مملکت دیده میشه. یعنی هیچ نکته روشنی آدم نمیبینه که بی اینجا امیدوار باشه که بگه الان این نکته مثبت رو دارن از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز. حالا آمریکا مدافع اسرائیل باشه یا نباشه، من فکر میکنم که خود ایران دشمن خودشه، یعنی خودش نمیدونه اصلا چیکار میکنه، به این تجاوره. و من شنیدم که آقای بایدن اطلاعیه داده که به اصطلاح حمله به تاسیسات اتمی ایران نشه یا از طرف اونا حمله به تاسیسات اتمی اسرائیل نشه، این رو خب قبول، ولی این آدم ها چون واقعا هیچ نوع اطلاعاتی از سیاست دنیا و داخل خودشون ندارن، ممکنه ندام کاری هایی انجام بشه در آینده که پای کشور دیگر رو به این جنگ بکشه و این خیلی بده. برای توضیح بدیم که اسرائیل ننشسته که حرف واشنگتن رو گوش بکنه. واشنگتن اون چه که از لحاظ دیپلماتیک برش لازمه میگه، ولی امروز اسرائیل اون تصمیمی رو که برای حفظ امنیت اتباع مملکت خودش لازم هست خواهد گرفت. بنابراین من زیاد به صحبت آقای بایدن در این زمینه که از اونجا که آمادگی آمریکا برای حمایت از اسرائیل اعلام میکنه باید ایشان جدی گرفت، یعنی آنجا که میخواد به اسرائیل رهنمود بده و دستور بده که یک کاری رو بکنه یا نکنه، اسرائیل امر و نهی پذیر نیست. نظرتون راجع به سازمان ملل متحد چیه؟ آیا اونها در این زمینه چه اقدامی میتونن بکنن یا خواهند کرد؟ شما راجع به سازمان عریض و طویل و بسیار بسیار سنگین قیمت صحبت میکنی که در پرونده خودش موفقیت های بسیاری نداره و راجع به سازمانی صحبت میکنید که اون منظور اصلی خودش رو که در حقیقت جلوگیری از جنگ و توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر هستش در هیچ کجا موفق نبوده و تبدیل شده به یک سازمانی که هر روز دنیا بهش نگاه میکنه و میگه که با من چرا انقدر خرج شما میشه؟ سازمان ملل متحد شما کارتون چیه؟ چه میکنید؟ و کجا در کارنامه خودتون پیروزی دارید؟ یعنی چاره ای نیست، یعنی بودن این سازمان بهتر از نبودن میشه. در هر حال چه انتظاری ازش دارید؟ سازمانی است که کمیته حقوق بشرش رو بدترین ناقضان حقوق بشر اداره میکنن و کمیته حمایت از زنانش رو بدترین ناقضان حقوق زنان. بنابراین زیاد انتظاری از سازمان ملل متحد نمیشه داشت و نظر من سازمان ملل متحد نشان داده که دندان نداره در چنین شرایطی، ولی خب میتونه یک پوشش قانونی و حقوقی بتونه که با استفاده از اصل 7 بتونه که اجازه بده که تحریم ها بیشتر باشه، بتونه اجازه بده که عملیات نظامی پوشش قانونی از زاویه سازمان ملل متحد به خودش بگیره. بله، من الان میخوام یه به جمله بخور مرو خیر علمی بزنم که من تصور خودم وقتی که به سازمان ملل فکر میکنم سازمان دول اسمش میذارم، چون واقعا ملت هیچ نقشی در اونجا نداره. همون گونه که شما خودتونم میدونید وقتی یه سازمان مللی که 190 خورده ای کشور عضوش هستن که با بودجه اونا میچرخه، خب اینا 5 کشور حق وتو دارن، یعنی 197 تا 80 کشوری که شرکت دارن با رأی یک کشور باطل میشه. خب این اصلا از ابتدا غلطه، یعنی همون گفته شما خودش سلب قدرت میکنه از یک مجموعه ای که میخواد بگه من سازمان مللم. و من به همین دلیل سوال کردم که ببینم نظر شما چیه و من واقعا هیچ نقشی برای سازمان ملل جز یک دکور و جز یک نمایش و جز یک هزینه که در ساز مصرف میکنه واقعا ندارم، کما اینکه با توجه به اوضاعی که الان در خود ایران هست و
و با این نابسامانی و با این عدم مدیریت و با این جنایت هایی که در ایران انجام میشه که جناب آقای کیان هر روز در ایران بیش از 20 نفر اعدام میشه. خب اینها بدون محاکمه با محاکمه خیلی سطحی با نظر فردی اعدام میشن. یه همچین کشوری که حقوق بشر رو به حد اعلا شکونده و ضایع کرده نماینده ایران در سازمان ملل میشینه راجع به حقوق بشر صحبت میکنه و اگه سازمان ملل اولین کاری که میکنه این آدم از اونجا مینداخت بیرون، اصلا بگو شما کیپبل نیستین اینجا بشینید و حتی به عنوان نماینده ایران، نه حالا اومدی نماینده حقوق بشر. این همین ها باعث میشه که نداره فکر میکنم دفاعی داشته باشه هیچ کدوم از این عمل کرده سازمان ملل. البته جناب مهندس شجره و بینندگان محترم، این روزها محیط در اذهان عمومی، نه کسانی که هر روز با این مسئله درگیر هستن، این هستش که نمیپذیرند که کسی از سازمان ملل متحد ایراد بگیرد. به طور کلی میگویند که نه، حمله به سازمان‌های بین المللی و این مراجع بین المللی که به هر حال نقش مهمی براشون در نظر گرفته شده بوده، حالا بالا پایینی کارشون رو نبایستی انتقاد کرد، نبایستی از اونها به غیر از با احترام یاد کرد. خب ما از این رویه پیروی نمی کنیم آقای مهندس شجره، ما اون چرا که میبینیم میگوییم و بایست مستند هم بگویید وگرنه اعتبار میشویم بسیار سریع. سازمان ملل متحد از بدء تأسیسش تا به حال در کارنامه خودش موفقیت های کلانی نداشته. دقیقاً نداشته. به عنوان یک حقیقت ابراز کرد. حالا شیک نیست، قشنگ نیست، شاید خیلی ها دوست نداشته باشن که بشنون، ولی وظیفه ما گفتن آنچه که هست نه آنچه که ما میخواهیم باشه. دقیقاً. حالا قبل از اینکه ما صحبتمون رو به پایان ببریم، در از در ادامه این جنگ در اون منطقه اگر خب اسرائیل بخواد پاسخ بده و ایران دوباره پاسخ بده، ادامه جنگ فکر می‌کنید شما در اونجا چه خطراتی میتونه ایجاد بکنه؟ ببینید با توجه به همین هزینه های جنگ که راجبش صحبت کردیم، با توجه به اینکه من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد که حالا نمیدونم 3000 تا موشک بالستیک داره، حالا اون ارقام ممکنه قدیمی باشه، حتما بیشتر داره، نمیدونم که تا چه حد میخواد این عملیات رو ادامه بده که 180 تا موشک بالستیک رو روانه اسرائیل بکنه، نمیدونم که اسرائیل چقدر تحمل داره که با ادوات دفاعی که حداقل در مورد منجنیق داوود دقیقاً 10 برابر هزینه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هست، تا کی چنین وضعیتی رو میتونه ادامه بده در حالی که خطر حزب الله از شمال هنوز و هنوز خطر مقابله با آنچه که از حماس باقی مونده در جاش هست، تا کی میتونه طاقت بیاره؟ به همین دلیل، این دلایلی که برشمردیم، من به این نتیجه میرسیدم که اسرائیل اقدام بسیار قاطعانه ای رو انجام خواهد داد برای که تحمل ادامه چنین جنگی با چنین هزینه ها وجود نداره و اسرائیل برای حفظ امنیت مردم خودش در یک اقدام تدافعی مورد قبول جامعه جهانی هم خواهد بود. اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی این بار این بود که نه، اون شوخی زشت ماه آوریل رو تکرار نکرد. این بار خیلی جدیتر با موشک هایی که موشک پاته نظر میرسه که آنچه که اعلام شده در حدود 10000 مایل در ساعت حرکت میکنه و بسیار قوی‌تر از اون موشک های اماد و قدر سابق بوده که گفتن حدود 4600 مایل در ساعت حرکت میکنه و حدود 12 دقیقه طول میکشه که از خاک ایران به خاک اسرائیل برسه. این قابل ادامه نیست. این جزئیات رو به این دلیل تکرار میکنم که معتقدم که اگر اسرائیل برای حفظ امنیت مردم خودش یک اقدام بسیار قاطع دست بزنه زیاد تعجب
تبدیل. یعنی شما از گسترش این جنگ چیز نیستید، یعنی معتقد نیستید که احتمالاً با ندانمکاری جمهوری اسلامی این گسترش پیدا بکنه و به کشورهای همسایه و حتی دخالت قدرت‌های بزرگ؟ به نظر من چنین سناریوی بسیار غیر محتملی است. ببینید این دولت های بزرگ که شما راجبشون اشاره میکنید شاید چین و روسیه باشن. جمهوری اسلامی اینقدر ارزش نداره برای چین و روسیه. جمهوری اسلامی ارزش نداره. ایران مهمه. مردم ایران مهم هستن. چون در مقابل نیروی مثبتش اینه که یک ایران آزاد سرمایه به خودش جلب خواهد کرد، سرمایه خارجی رو حمایت خواهد کرد، کار ایجاد خواهد شد. بنابراین به نظر من نه، اگه ما بهتره که روی حمایت روسیه از جمهوری اسلامی و حمایت مداوم پکن از جمهوری اسلامی حساب نکنیم. به نظر من چیزی که باید روش حساب بکنیم اراده ملت ایران هست. چیزی که باید روش حساب بکنیم اراده دولت اسرائیل، و این همزمانی دلیل نمیشه که دولت اسرائیل داره میاد که آنچه را که مردم ایران میخواهند اجرا کنه. بله، مردم ایران آزادی رو میخوان، و اگر اسرائیل بتونه این جمهوری اسلامی رو کمک بکنه، دنیا هم دستش رو از پشته، یعنی کمک بکنه به نابودی و حذفش، و این کار رو امیدواریم به طریقی انجام بشه که کمترین هزینه رو برای مردم بیگناه و آزادیخواه ایران در بر داشته باشه، چیزیست که داره اتفاق میفته. یعنی این نیستش که با یه چیزی موافق باشیم بگوییم جنگ خوبه یا جنگ بده. نیاز امنیتی اسرائیل ایجاب میکنه که آنچه را که لازمه انجام بده، و اراده مردم ایران هم به نظر من روی اراده مردم ایران بسیار حساب میکنم. آقای مهندس شجره و بینندگان محترم، بسیار عالی. نظر شما الان راجع به خود مردم که چه تصمیم باید بگیرن چی هستش؟ چه شما که سالات کار سیاسی بودید، فکر می‌کنید الان وظیفه مردم ایران چیه در این مقابله همچین حرکت بسیار نابخردانه حکومتشون؟ ببینید، من نیروهای مسلح رو و نیروهای انتظامی رو خطاب قرار میدم اونها به فکر خودشون باشن. در یک لحظه اونا بایستی به این فکر بیفتن که جان خودشون، خانوادهشون براشون مهمتره، جان کسی که اولین کسانی رو که زیر پا خواهد گذاشت همین ها خواهد. میبینیم که آقای خامنه ای یک جنایتکار بسیار ترسو. ما نوشتیم که ایشان از اینی که در جای تنگ و محصور قرار بگیره بیماری رنج میبره، و فکر کردن که اینو ببرنش در اون نیروهای موشک ها انبارها رو از مهمات خالی کنن و اونو اونجا نگرش دارن از ترسش، که ممکن نیست. چون ممکن قبل از اینکه اسرائیل با فشار یک دکمه همون سیلو رو هم منهدم بکنه هست، و ایشان هم ممکنه قبل از اینکه این اتفاق بیفته اصلا خفه بشه از ترس، مجبورن که نگاه کنن ببینن که دیگه کجا میتونه بره. در اول جاده چالوس در منطقه به اسم زعفرانیه اونجا مهمانسراهایی بوده که الان لو رفته، البته با یا کمی بالاتر مرزن آباد جایی هستش که در اینجور مواقع به اونجا می رفتن. جناب مهندس شجره، من جالبه براتون بدونید که در جمهوری اسلامی سعی نکرده که پناهگاه‌های مقاوم برای آقای خامنه‌ای بسازه، چون که دیدن که چه بر سر صدام و پناهگاه های مقاوم او آمد. این بمب خاصی است که از بالا وارد میشه و همه چی رو در داخل نابود میکنه. بله، نمونهش رو در لبنان دیدیم. یا صحبت از نیروهای مسلح کردید و برای من خیلی جالبه که تو تمام این اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده همش به نام سپاه پاسدارانه. حتی همین 200 موشکی هم که به قول خودشون پرتاب کردن، که البته اول گفتن 180 بشه 200، میگن که سپاه پاسداران.
در صورتی که یادتون باشه قبل از این به اصطلاح انقلاب چه میدونم نامیمونی که انجام شد برای کشور ما، یکی از چیزهایی که در ایران و در اون خطه قدرت داشت معروف بود ارتش ایران بود، و این ارتش ایران بود که واقعا ایجاد امنیت در اون منطقه، در خلیج فارس، یا حتی احترامی که در کشورهای دیگه داشت، یا از نظر قدرت حسابی که میکردن. و این ارتش در ایران بالکل فراموش شده و همه سپاه پاسداران و سپاه پاسداران. و من نمیدونم واقعا نقش ارتش در آینده ایران یا در مقابله با این مسائل چه خواهد بود. و اگر دقت بکنید اصلا انگار که ارتشی در ایران وجود نداره. نمیدونم نظر شما چیه، فقط سپاه پاسداران سپاه پاسداران. و این وقتی کل نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو پس از اتفاق سال 57 که شما گفتید نامیمون شورش و این ندانمکاری که به جمهوری اسلامی منتهی شد، خب ارتش ایرانی که از برزیده ترین ارتش های دنیا بود، ارتشی برزیده میشه که آمادگی جنگیش بسیار بالا باشه. این آمادگی جنگی با آموزش مداوم و طی مسیر خاصی به تحقق میپیونده، نه اینکه مثل اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد که در اوایل کار که اصلا ارتش رو به کلی از کار انداختن، فرماندهیش رو بعد سپاه رو درست کردن، بعد این سپاه هم آقای شجره درجاتی که به اینها داده شده هیچ مبنای آموزشی و هیچ مبنای واقعی برابر استانداردهای نظامی نداره. اینه که در جنگ ایران و عراق هم این نیروهای ارتش بودن که آمدن آموزش دادن، اصلا نیروهای زرهی وجود نداشت که اینها بدونن چجوری این کامپا رو بایستی حتی راه ببرن و عمل کرده اینا رو ارتش باید اینا رو تعلیم میداد، چون اعتمادی به ارتش نداشتن این رو همین مسیر داره پیدا کرد دیگه. در من خواستم یه گرفتن در جمهوری اسلامی چیز خاصی نیست. نگاه کنید اتاق جنگ رو ببینید، این شخصیت هایی که ایستادن رفتارشون رو ببینید، به نظر شما اینا فرماندهان تربیت شده نظامی هستن؟ حالا برای این ارتش کجا قرار گرفته؟ به نظر من ارتش هنوز هم بسیاری در رده های ارتش ملیگرا هستن، ایران براشون مهمتره. آقای شجره اجازه بدید اینو بگم که من این رو شخصا تجربه کردم، حتی در رده های سپاه امروز کسانی هستن که به اشتباه خودشون در حمایت از جمهوری اسلامی پی بردن و نمونهش هم بسیار واضحه. شما عملیات حذف هنیه رو بدون مشارکت سپاه و به خصوص اطلاعات واحدهای اطلاعاتی، چون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم غیر ممکنه این بدون موافقت اونها شده باشه، وقتی نگاه میکنیم نارضایتی که در حساس در این سطوح سپاه، یعنی سپاه انصار مهدی که وظیفه حفاظت اشخاص و اماکن رو به عهده داره در دولت، سپاه پرواز و حفاظت از پرواز و فرودگاه ها، اونها هم اساس ترین جاها رو در نظر دارن، اینا میبینن، اینا چیزهایی میبینن که مردم عادی نمیبینن و بریدن از جمهوری اسلامی. بنابراین باید این انتظار رو داشته باشیم که سپاه هم حامی جمهوری اسلامی نخواهد. بله، در حال من در پایان صحبتون به دو تا مسئله خواستم اشاره بکنم. یکی این بود که اون اوایل به اصطلاح همین انقلاب چه بازم میگم نامیمون، اگر یادتون باشه همون موقع که یاسر عرفات اومد بود ایران و این همه تحویلش گرفتن، این همه کادو بهش دادن، بودجه صرف کردن برای این آدم، در جنگ ایران عراق یک مصاحبه‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها با این آقای یاسر عرفات کرده بود،
از ایشون راجع به جنگ پرسید، جنگ ایران عراق، و من یادمه چون در رادیو تلویزیون ملی ایران بودیم و خب خبرها رو دنبال میکردیم، آقای یاسر عرفات گفتن که بله ایران دوست ما هستش ولی عراق برادر ماست و به همین دلیل نیرو هم نفری و هم غیره به عراق کمک میکرد که در جنگ ایران و عراق. و این البته واقعا من مخالف جنگم و متاسفم که واقعا این اتفاق در گوشه کنار دنیا میفته. خب هنوزم به نظر من نادانی یک عده آدم ها باعث خب جون یه عده آدمایی که واقعا بی گناه هم کشته میشه، ولی انگیزه این ایجاد این جنگ متاسفانه از ایدولوژی اسلامی فناتیک است که اینها دارن و این جنگ رو میکنن و خب همه ملت دنیا واقعا دلشون میسوزه به این قضیه. دومی مسئله که میخواستم از اقتصادی بگم در آخر برنامه، در اون حمله اولیه ایران به اسرائیل و گنبد آهنینی که درست شده بود و خیلی سر صدا کرد، و این گنبد آهنین چون به اشتراک خود اسرائیل و هندوستان ساخته شده، در اخبار اقتصادی اومد که تعداد زیادی قراردادهای مهم به اصطلاح این سقف آهنین با کمپانی سازنده ساخته شده، که یعنی یک منفعت اقتصادی هم بر اونا داشته. یعنی این هم باز نتیجه ندانمکاری حرکت جمهوری اسلامی است. جناب آقای کیان ممنون از اینکه با ما بودید. حالا در فرصت‌های دیگری باز با هم خواهیم بود. البته شما یکی از یاران برنامه آقای میبودی هستید و خب ایشون در مسافرت هستند که مزاحم شدن، هم شدیم امروز آوردیمشون به زور. در حال در برنامه‌های آینده باز ما از وجود شما استفاده خواهیم کرد. بسیار سپاس. خوشحالم که با شما و بینندگان بسیار محترم شما. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، ما در اینجا از شما خداحافظی میکنیم. امید این که دولت ایران هم یه مقدار عقلش رو به کار بندازه و این همه باعث آزار هموطنان ما نشه. خدا نگهدار.